بر ختم رسول یار و وزیر است علی شیر است و شهیر است و دلیر است علی مقصود خدا و نبی از عهد قدیر این بوده که بر خلق امیر است علی سلام و درود فراوان تقدیم به شما مردم و ملت شریف افغانستان در هر کجا که هستید انشاءالله همیشه سهدمند و سلامت جانجور و تیار باشید با ویژه برنامه ایده سید قدیر خم در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم ای ایام بسیار مبارک و سعید را تق... خدمت شما بینند های عزیز محترم تبریک و تحنیت ارز می کنم انشاءالله که از برکات این ایام بسیار ارزشمند و پربرکت ما شما بهرمند شویم اما در این روز ما در خدمت کارشناس محترم خانم یاسمین حسنات هستیم با موضوعات ویژه که برای همین روز تقدیم شما قرار است که انشالله بکنند سلام علیکم خانم حسنات عزیز و گرامی بسیار خوش آمدیم علیک السلام و رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم و بهین سلام و درود تقدیم میکنم به حضور شما و همکران محترم شما و همه بینندگان عزیز که پای این برنامه نشستن و برنامه و موضوعات خوب عید سعید قدیر و تماشا کنند. تبریک و تهنیت عرض میکنم این ایام خجسته و مبارک و نیک را ایامی که همه بشریت و همه انسان ها به سوی کمال الهی حرکت می کنند و از برکت این عید قدیر خوم و پرمیمنت همه بشریت هدایت یافتن و بسی کمال الهی انشالله برسن بله انشالله اما بینندگان عزیز و محترم در همین ابتدای برنامه شماره تماس مثبت 964 780 255 که فراموش نمیکنه در اختیار شما بزرگواران است از طریق واتس اپ میتونید که با همکاران از ما در ارتباط شوید انتقاد پیشنهاد و یا سوالات خودتان رو برای از ما روان بکنید اما بیننده های عزیز و محترم موضوعی که در این ویژه برنامه اختصاصی وریید سید قدر خم. انشالله قرار است که تقدیم شما بیننده عزیز محترم شو. و محترم شوه موضوع تبیین ایده سعید قدیر خون برای کودکان و نوجوانان است در ای که ارزش و اهمیت داره ای ایام برای از ما شما هیچ پوشیدگی وجود نداره چون ما میدانیم که در عصر پیامبر هم ای ایام و ای روزها بسیار تجلیل شد در آخرین مراسم حج پیامبر که مشهور به حجت الوداع شد پیامبر سه روز در کنار برکه قدیر توقف کردند پس رفته ها باز آمدند و اونایی که پس مانده بودند و باز رسیدند و ارزش و اهمیت این روز در همه بس که پیامبر همه مردم را جمع کرد همه کسایی که به حج رفته بودند را جمع کرد و تا ولایت امیر المومنین علی علیه السلام را بعد از خودش بر مردم بیان بکنه و تبیین بکن و به عبارت دیگه اتمام رسالت خودش را و اکمال رسالت خودش را از بکنه. این طریق بیان بکنن ما اینو میفهمیم اما مسئله که ما به عنوان پدر و مادر برایمون بسیار مهم است که چه رقم انمی مسئله را برای اولادای خودمان تبیین بکنیم و چه نحوی بهتر باشه و چه کار کنیم که انشالله در ذهن اولادای ما یک تصویر و تصور خوب و نیک انشالله از این روز باقی بمونه که باز وقتی که کلانتر شدن انشالله به خدا افراد بسیار ولایت مدار و پیروی امیر المومنین علیه علی السلام و اهل بیت باشند خب خانم حسنات بزرگوار با همه موضوع ما در خدمت شما بزرگوار هستیم و از شما بنان میخواییم که اول یک تبیین بفرمایید مسئله ایده سعید قدیر خون ورزش و اهمیتش را و باز در خدمت شما هستیم با دامه بله از آنجایی که ایده قدیر خون یکی از پر اهمیت ترین یاد اسلامی هست و عید سرنوشت ساز بر جهان بشریت مخصوصا امت اسلامی هست این لازم میدانم که یک مقدار این موضوع بابرکت و پر نور الهی برای مادران و خانواده ها تبعین بشه که اگر گاهی جوانان نوجوانانشان یا کودکان در بین خانه سوال میپرسند از مادرشان از پدرشان از محیط زندگیشان از مربیان و اساتیدشان که چرا ما این عید را تجلیل میکنیم و قدردانی میکنیم، یک مقدار باید پاسخگو باشیم برای جوانان و نوجوانان خود و الحمدلله که رسانه ها اما تبلیغات خوبی دارن و همه میتونن که از طریق مستیر خوب جوانان رو توجه بکنن و این استدلال رو برایشان بیان بکنن ولی ما یک مقداری میخواییم که اولی که او شیوایی که ما بیان میکنیم ما میخواییم که او بیان اول به خدمت عزیزان و مادران گرامی بیان بکنم که چگونه ما این داستان تاریخی با یک واقع عظیم الهی را و با چای این بکنیم طور قصه که مثلا در اون روز اتفاق افتاده به زبان کودکانه یا به زبان نوجوانان بسیار ساده و آسان بیان میکنیم و اون سال دهم ده اجرت بود که پیامبر ما و شما به کودکان بگیم به جوانان خود بگیم زمانی که آخرین حج پیامبر اکرم بود از سفر حج بر می در یک منطقه اینا که میخواستن امه حجاش تجمع ببرزن و از امه بلاد مسلمین جمع بشن پیامبر لازم می که یک صحبت با مسلمانان داشته باشن و سب کردن که همه مسلمانان جمع بشن و در امین روز چون رسالت الهی داشتن میخواستن اون رسالت خود برای دیگران ابلاغ بکنن خب کی به ایشان گفت که این رسالت ابلاغ که برای مسلمین برای همه انسانها، ها برای مکسانه که در این سفر بودن خب به بچه ها که چرا جمع شدن پیامبر سب کردن که همه جمع بشن داشته باشن میگم چون وقتا رسانه ها فعال نبود گوشی ها نبود رادیو نبود تلویزیون نبود خواستن که مسلمانان وقت جمع شدن در این سرزمین در قدیر خام اینا عرف مرا تبلیغ ما را که از طرف خداوند برای ما ابلاغ شده بشنوان تا به دیگران منتقل بکنن یعنی خیلی مهم بوده ها وقتی به جوانان بگیم که مهم بوده که پیامبر اینجا ثبت کردن و اون خطبه بسیار خوب زیبای شنیدنی خود ایراد فرمودن وقتی که تجمع ورزیدن میگن در امون روز عید قدیر اول نماز خواندن نماز ظهر و بعدش به همه گفتند که بیشنون اون صحبت خوب و مفید پیامبر و شان اسلام را که به او عمل بکنند چون خیلی مهم بودن بله. در این حال قبل از این که نماز برگزار بشه نماد جماعت را بخوانند خود جبرئیل از طرف خداوند آمد یک کس فرشتگان شاید جوانان بپرسند خب جبرئیل کی بود میگم که فرشتگان یا پیام آورانی که از طرف خداوند مسئول بودن برای پیامبر ما این خبر آوردن که یا ای الرسول رسول بلغ ما انزل الیک من ربک رب و ان لم تفعل فما بلغت رسالته

برسانن و اگر چنین نکنی ای پیامبر اسالت او را انجام ندادهی خداوند تو را از خطرات مردم حفظ می کند و خداوند گروه کافران را هدایت نمیکند اینجا شاید بچه ها توجیه بشن یعنی اثر مگذاره آیات قرآن موجزه که داره که هر کس بشنوه اگر قلبش پاک و مومن باشه به صلاح او ادایت می شود این پیام و کلام میپذیره بش عمل می میگه وقتی که این ابلاغ کرد مردم همه شنیدن با جان و دل و از پیامبر تقدیر کردن که خوب این عرف, پی... عرف خداوند بود که با ما رساندیم خیلی تشکر کردن و خوشحال شدن پیامبر به طور سری در آن زمان جایگاه ولایت را به مردم معرفی کردن یعنی یک امر پا افتاده و یک یعنی امر ساده و آسان نیست که انسان بگه خوب پیامبر دلشان خواست سخنرانی بکنه و یک حرفی هم بزنه ما بین مردم از خود چیزی بگه در حالی که حرف پیامبر حرف قرآن بود و حرف خداوند بود هیچ وقت از پیش خود اونها بدون وحی حرفی را بین مردم منتقل نمی کردن. در امین اسنا میگه که علی علیه السلام در کنارشان استاده بود و دست علی علیه السلام را گرفت که ای مردم اگر مرا قبول دارید بعد از من علی را قبول داشته باشید و این بعد از من وسیع و جانشین من است خب وقتی که این گفته شد مردم همه خوشی کردن و خوشحالی کردن و میخواستن که تبریک بگویند و انوزم پیامبر عرفش به اتمام نرسیده بود که این خود با وقت خلا شد باز گفت که خود پیامبر بین مردم گفتن خداوند مولای من است آمن من مولای تمام مؤمنین استم هر کس من بر او ولایت دارم علی نیز مولای اوست حضرت محمد دست علی را بالا گرفت و از هزار پرسید ای مردم آیا من را قبول دارید به کودکان اگر بگیم این داستان تاریخی را این داستان که تهوام مخیال نیست یک داستان واقعی هست و در زمین سرنوشت ساز و خیلی مفید با سر. همه گفتن بله یا رسول الله شما محمد امین هستید شما پیامبر ما هستید پس محمد دست علی را گرفتن و فرمودن هر کس من مولای او هستم از این بعد علی مولای اوست. یعنی روزی که سرنوشت امه انسان ها ما نباید بگیم مسلمین هر بشریت هر فردی که بخواد رهنمایی بشه و هدایت بشه به این عرف پیامبر اسلام باید گوش بگیرم خب روز خیلی خوبی بود که علی جانشین رسمی و بر امامت و ولایت در مقابل اون مردم جانشین انتخاب شدن و معرفی کردیدن ابلاغ شد چنین ابلاغ شد ابلاغی ابلاغ که صرف خداوند برایشان دستور داده شده بود پیامبر می فرماید اید قدیر برترین ایده های امت من است و آن روزی است که خداوند دستور داد برادرم علی ابن ابی طالب را به عنوان پرچمدار بر امتم مرسوب کنم تا بعد از من مردم به دست او ادایت شوند و آن روزی هست که خداوند در آن روز دین را تکمیل و نعمت را بر امت من تمام کرد و اسلام را دین آنان قرار داد خب وقتی که ما این دلائل و استدلال تاریخی اسلام را بین خود بگیم و حتی در کتاب های درسی در مثلا مراکز فرهنگی در مساجد گفته بشه خوانده بشه مطالعه بشه و این نویسندگان عزیز که راجع به قدیر نوشتن و این احادیث که راجع به قدیر آمده اینا رو هم اگر اگر ما جمع بکنیم در بین کلانا گفته بشه مسلمه که بچه ها و کوچک ها و و حتی جوانان ما میپذیرن و تو ذهنشان میماند. پس اولین قدم برای تبیین این اید بزرگ ورزشمند بله. است که در قالب داستان ای یک واقعیت تاریخی بله. است در کتاب های تاریخی بیان شده در قالب داستان داستانهای داستانهای داستان های کودکانه یا داستان به زبان خودشان بزبانه 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 با شیوه های مخصوصا که خود بچه ها بفهمند تقریم بشه بزبانه. میشن گفته شو اینا رو میگم که چی شیوه ما میخوایم یک مقداری از اون که بر این زوست در این روز تاریخی بر جانشینی علی علیه السلام به اصطلاح گفته شده یک کمی دیگه بیان بکنم که خوب تبیین بشه تا والدین اول درک بکنن مم. که چه روزی هست چه روزی با برکتی که از برکت این روز نسل آینده بشر ادایت میشن و یاد میگیرن دست زندگی و اصول و قانون و دین و مذهب خدا میپذیرن و با آن پایبند میمانن بله بله من خانم حسنات عزیز این رقم است که والدین چون بالاخره هم به سر منابر بودن بله. شنیدن که مثلا افراد دیگه چی میگن بزرگترها چی میگن یا تحصیل کرده هستن میفهمن که این روز چه ارزش و اهمیت داره مهمترین مسئله برای افرادی که خودشان پدر و مادر هستند به ویژه افرادی که الان در کشور اول بر خودشان باید تفیم بشه بله, بله. بله, اینا باید بدانند که قضیه از چی قرار قراره بله و بعد از اون مسئله مهمی است که چه رقم برای اولادای خودشان بیان بکنن این اولاد کاملا بله. توجیه شده بفهمه که چنین چیزی چقدر ارزش و اهمیت داره خب چرا باید اول کی گفتم برای ادایت بشر و نسل اما انسان ها و فرزندان خانواده مسلمان و متدین اول باید توجه بشن این مسئله را باید بدانن چرا که امروز رسانه ها و فضای مجازی در ذهن کودکان ما و جوانان ما چیزهای دیگر پر میکنن یعنی ما باید نگذاریم که بچه های ما جوانان ما و جوانان ما بدون معلومات و بدون اطلاعات زندگی بکنن و دست بر کاری که بزنن آزاد باشن یعنی اول والدین باید توجیه بشه که چقدر این قضیه در عید قدیر مهم بوده و برای اینکه راه و تداوم اسلام و انسانیت و هدایت برای مردم روشن بشه این روز انتخاب شد امام علی علیه السلام معرفی شدن که پرچمدار اصیل اسلام و امو فریزه به صلاح ولایت در بین مردم ابلاغ شد. درست فرمایید. اما اگر خانم حسنات عزیز فرض بگیریم که والدین کاملا متوجه هستند ما معمولا فرض بر همین میگیریم چون بله. الحمدلله والدین در خانواده مسلمان در کشور خودمون در کشورهای اسلامی بودن دغدغه اصلی الان نیست که بالاخره جهان یک جهان وسیع شده شرایط با گذشته فرق کرده او چیزی که برای ما به یک مادر تبیین کردنش ساده بود و من به رو پذیرفتم عالی برای اولاد ممکن بسیار دشوار باشه شرایط از ما با شرایط اولادم بسیار فرق میکنه بله. فکر فکر میکنم مهمترین چیز نمی باشه که خب من میدانم این مسئله را ارزش و اهمیتش هم برایم کاملا صد فیصد کار است اما چی کنم که اولادم از من این مسئله بپذیره و درک کنه به این ارزش و اهمیت برسه این مسائلی که ما مطرح کردیم به خاطر همین بود که اول عقیده خوب راسخ در بین خانواده باید ثابت باشه یعنی باید جابجا جا بجا باشه نهادینه باشه که اولاد که بفهمه اون داستانی که زبان مادر و پدر آه. میشنوه و یا این تجلیلی که در مساجد در حسینیه ها در بین بازار در بین اماکن مومی و یا در بین خانواده ها تجلیل میشه این از چی قرار هست بالاخره عید که ما میخوایم برگزار کنیم این عید مفهوم چیه آه. میگیم به خاطر که را و رسم زندگی بر شما جوانان ما تبیین شده توسط اون بلایت امام علی انشالله تداوم پیدا کرده اینا رو میخوایم که شما بچه های خوب و فرزندان خوب و نیکی برای آینده اسلام باشین برای شما تبین میکنم اینم باید گفته بشه که خوب اگر بگذاریم بگیم حالا ید قدیره بگذاریم نه میگن که نقدرن ما شیوه های بسیار خوبی داریم که برای ولادای خوب باید بعد از این که من یک چند مطلب دیگر میخوایم مطرح بکنم شیوه که بچه ها باید با. تفعیم بشن و اینا رو تشویق بکنیم در حد سه دقیقه چون باز یک میان برنامه بسیار خوب امون فرمویده شما اول باید این داستانه که من گفتم در آخرین عج پیامبر مثلا این آدسته یا این واقعه رخ داد این با زبان کودکانه باید به جوانان و نوجوانان ما آموخته بشه یعنی والدین و تا مربیان در بین کلاس ها در بین درس در بین مدرسه و مکتب باید برای بچه ها بیان بکنن یعنی یک قضیه اگر ما بپرسیم از یک نوجوان باید عالیش باشه <applause> ایده قدیر یعنی چی به خاطر چه ما عید میگیریم به خاطر چی تجلیل میکنیم چرا باید لباس نو بپوشیم چرا باید خوشی و شادی کنیم اونها باید به با ما جوابگو باشن خب باید جواب اینا رو کی بده باید والدین بده این داستانی که من ذکر کردم <applause> باید زبان کودکانه یعنی اولین شیوه که ما میخوایم بچه های خود توجیه بکنیم بیان این داستان به صلاح با مو زبان خود کودکان که اونها توجه بشن و بفهمن که چقدر مهم و تاریخی مم. بوده این قبل خب از هر چیز بنیان فکری باید درست و صحیح باشه بله. و تو ما فکر درست نکنیم و بس شیوای دیگه اینا همه ظاهر است بله اونقدر کارگوشا نخواد بود اگر که فکر و اندیشه درست نباشه نباشه چون قضیه قدیر یک واقعه تاریخی تنها نیست یک تفکر اسلامی بله. است که این تفکر باید منتقل بشه به بچه های ما به جوانان نوجوانان که اونا بدانن به خاطر چه تقدیر بشه حتی اونا به حد باید احساس بکنن که از ما بیشتر تجدید بکنن بله یعنی در آمدن عید قدیر خم در ایروز اینا هم باید بیشتر تلاش بکنن که جامعه عمل بپوشن و خوشی کنن با دوستان خبر بدن اطلاع بدن کارت بدن خوشحالی کنن دعوت کنن به خانه هایشان برن به خانه خود دعوت بکنن اینها رو هم ما طور باید نیاد اینا بکنم که خود اونا عاشق این نور بشن به خاطر چی به خاطر که جهان بشریت نیاز داره که یک رهبر و سرپرست داشته باشه طبیعتاً و این روزی که برای ما رهبر و جانشین دوباره تعیین میشه با دست پیامبر واقعا یک روز تاریخی و یک تفکر خوب نا و اسلامی است که ان شاء الله بچا ان شاء الله و باز نکته جالب است که خانم حسنات بزرگوار گه یک پدر مادرها فکر میکنه که چون مثلا اولاد از 6 ساله است 7 ساله نمیفهمه این نمی مساله رو برش بیان نکنم تلویحا هم وقت بفهمه که یک ایده هست و ایده خوب است ایده ولاد است کفایت میکنه در حالی که اولاد هوشیار است میفهمه انسان است ریشه ای باید به ذهن زنا تبین کنم منتقل منتخب کنم باله. که و کاملا درک هم میکنه وقتی که برش توضیح بدم با زبان خودش کامل درک میکنه جامعه اول اول از طرف والدین است که باید اینا تجدید درست میفرمایید یک میان برنامه ببینیم خانم حسنات بزرگوار در خدمت شما خیم بود بینندگان عزیز محترم ما شماره تماس مثبت 964 780 255 جل 13 در اختیار شما بزرگواران است امین الان هم میتونید که با برنامه خودتان در تماس شوید از طریق واتساپ سوالات خودتان و یا انتقاد یا پیشنهاد اگر دارید برای از ما روان بکنید یک میان برنامه کوتاه را ببینیم و بسیار هم برگردیم یا صاحب از زمان شودا یا که شبی بر دل من یار شوی، یار این خسته غم دیده بیمار شدی سینه غم زده بهر تو سوزد همشه دل من آب شده کی تو پدیدار شدی با کلافی بنشستم سر بازار روخن کی تو ای یوسف من بر سر بازار شدی همچو یعقوب شده دیده ام از درد فراق کی به پیراهن خود نور شب تار شدی هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خرید هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خرید شود آیا که مرا هم تو خریدار شدی ز غم غربت تو شام غریبان شد دل ز غم غربت تو شام غریبان شد دل چه شود گر تو مدد کار دل زار شدی شعله خیمه آتش زده گوید که بیا زائر بی کفن بی سر و خونبار اللهم عجل لولی کل فرج غافل مشو از عید غدیر و برکات غافل مشو از عید غدیر و برکات امروز خدا گشوده است باب نجات جبریل و ملائک همه با امر خدا سر داده ز گل دسته هستی سلوات الله ما سلام محمد و محمد سلام و درود و مجدد تقدیم شما بنواده عزیز و محترم شما همچنان بیننده ویژه برنامه قدیر از تلویزیون جهانی عادی و برنامه راوشنا هستید و ما همچنان در خدمت کاشناس محترم خانم حسنات عزیز هستیم خانم حسنات بزرگوار بحث سبب است که بچی شیوه های ما والدین بتانیم اولادهای خودمان را توجیه کنیم نسبت برزش و اهمیت قدیر و مسئله قدیر را و ای ایده بسیار بسیار مهم را برایشان تبیین بکنیم در قدم نخست آنچه که محید با اطراف بچه ها و نوجوانان باید این قبول بکنن که تفییم کنن به اولادان نگن خانواده که خب بچه من نوجوان دختر ما وقت مکتب و مدرسه میره حتما معلمش برش بیان میکنن مم. یا معلم میگه مادرها و پدرها برای اولادای خود بیان میکنن یعنی محید و اطراف مم. نوجوانان چی پدر و مادر باشه چی ازای که در بین خانواده هستن و چی مربیان و اساتید باشه مسئولا که این داستان باید به زبان کودکانه و شیوه های ساده برشان بیان کنه هم همه افراد احساس وظیفه بکنن ما باید نمیدین مسئله رو تبیین بکنیم ولی که بارها و بارها از زبان دیگه افراد هم شنیده باشه بگذار یک بار هم از زبان از ما بشنوه تو کاملا در ذهن او جای بگیره چنین مسئله یعنی بله اطراف و محیط نوجوان اگر یک قضیه برای جوان یا نوجوان مطرح میکنه اونجا افتاد داره مم. یعنی مهم به نظرش میاد اگر مثلا ترناد از زبان دوستان و رفقا و هم فکرانش بشنه و هم به هر برش خب میگم مادر و پدر من تا حالا این داستان به من نگفتن اگر مهم بود میگفتم اگر مهم بود بر من میگفت و توجیه میکرد من رو بیان میکرد برم حتما قضیه مهم نبوده چرا در دیگر برنامه های زندگی مادر و پدر قضیه کی بوده بر ما بیان کرده م. این چون بیان نکرده پس مهم نیست در قدم نخست خود والدین باید بیان بکنن یعنی چی وقتی که این داستان رو گفتن داستان مهم پنداشتن و خودشان عقیده را پیدا کردن پدر و مادر اینجا بر اولاد مهم تلقی میشه نوجانان میفهمند که بله پس مادر و پدر ما وقتی که این به این عید یا به این موضوع ارزش خواهل هستن ما هم باید ارزش خواهل باشم داشته باشم پس داستان خود واقعی داستانی که در خود تاریخ بیان شده عین داستان باید برای بچه ها بگن تا اونها توجه بشن دیگر این که در این روزها آمادگی خاص باید والدین داشته باشه نه. باید بگن عید قدیر آمد باید لباس نو داشته باشیم باید سفره و آشپزی خوب داشته باشیم باید مهمان دعوت کنیم باید مهمانی بریم یعنی چی یعنی در همه جا این شور و شهب برپا باشه تمام مسلمین دست به دست هم بدن مخصوصا والدین که از خانه ها شروع میشن برای نوجوانان برنامه داشته باشن که خب ما در ای روز نمیخوایم مکتب و مدرسه بریم در روز نمیخوایم ما مغازه و دکان بریم بله. میخوایم عید بگیریم دیگه میخوایم تجدید بکنیم باید این عید را پیشا پیش با اولادای خود بفهمانن که ما در، میخوایم در این روز در یک سفره باشیم یا دوستان خود دعوت بکنیم یا فلان جا بریم مم. یعنی کار بکنن که اولادا خوشی کنن بله چه غم است که خانم حسنا عزیز ببخشید در میون کلام شما میگم که مثلا عید سعید قربان که باشه یا عید فطر که باشه کلگی مسلمانان مردم ما از هر طایفه که باشن مسلمان که باشن این روزها رو تجلیل میکنن امی اموری که شما فرمودید بله. کالای نو میپوشن بله. شیرینی و شربت تهیه میکنن مهمانی بله. میگیرن و مهمانی میمونن و کامل اطفال حتی یک طفل دو ساله باشه کامل متوجه آره. میشه خیلی که یک روز سیار بزرگ رو خوب ایجاد شده داره. باز این نوروز باز در جایگاه خودش برای فارسی ها بسیار ارزش اهمیت داره همین اتفاقا در نوروز هم میافته مردم میفهمند اولاد ها میفهمند یک تغییر ایجاد شده این نمی تغییر یک تغییر بسیار خوب است و با اینکه شاید اصلا برایشون برای جا افتاده نباشه تو قربان چی است فطر چی است روزه چی است طفل است اما شادی و خوشی را میفهمند و چقدر باز تاثیر مثبت ذهنش داره مم. وقتی که کلانتر شد باز انشاءالله با مفاهیم وقتی که آشنا شد فلسفه ای اید ها و اون از کودکی به ذهنش است که پدر و مادر وقتی که اینار تشویق کرده خوشی کرده در ذهنش میمانه که تا وقتی که زنده هست در دنیا از اون روز و از اون حید خود تقدیر بکنه و حتی بر بچه ها و نست آینده خود باید. منتقل بسازه که ما همچه روز را میگیریم و تجریل و حید قدیر خودش خوشحالی خوشی داره به عنوان که خود انسانیت و خود بشریت میخواد هدایت بشه بلا. با به سمت خوبی ها و ارزش ها حرکت بکنه خودش خوشی ایجاد میکنه و این خوشی پدر و مادر حتما باید به زبان خود ابراز بکنه که گفتم داستان برشان بگم و در زمین اماکن خانه ها ما باید تزین بشه توسط کی؟ توسط نوجوانان میگن به خود نوجوانان بگین که حتی اون خوشی های خوده که میخواین اظهار بکنن کارت بگیرن تزین بکنن در مساجد شرکت بکنن در برنامه ها شرکت بکنن به مردم پذیرایی بدن به سلاشیرنی و شکلات بدن خود نوجوانان شما موظف بکنن که از مردم پذیرایی بکنن و این خوشی های خود به دیگران منتقل بکنن چقدر بخنن. خوش میشن اگر یک مسئولیت یک وظیفه رو به یک نوجوان یا به یک طفل بدیم از بزرگان بزرگان هم خوبی به کار پیش میبرن بله. به نحو حسن و با شوق و اشتیاق هم بله. کار انجام میشه و این بهترین روشه که ان شاء الله به ولادای خود تفهیم بکنم و این قدرت برشان این این استعانت که بخواین از دیگران حاصل بکنن پدر و مادر برشان بده و تقویتشان بکنن حتی حاضی نکنن بله چیز برشان تهیه بکنن که برن و با مابین اون جایی که به اصطلاح برگزار شده جشنشان یا در مکتب یا در مدرسه یا در مسجد یا در خانه یکی از دوستان اینا شرکت بکنن و تا پذیرای مهمان اینا باشن و پذیرایی از مهمان اینا بکنن این قدرت باید ما به با کودکان و نوجوانان خود بدیم و لباس نو پاک و تمیز بپوشانیم که خوشی و تقدیر بکنن بلعت. اگر بخوایم که در آینده اینا توجه بشه بله اتفاقا خانم حسنات بزرگوار من چند روز پیش یک طفل را دیدم که تقریبا 8 ساله بود بریم قصه میکرد که خاله من مادرم بریم گفته که کتاب داستانهای خودم را اونایی که دیگه مطالعه نمیکنم در خانه است و مطالعه نمیکنم اینا همه را جمع کنم میخوایم که در روز عید قدیر که شب به مسجد بروم و به هم و سالای خودم امینار هدیه بدم و بسیار خوشحال بود از این کار بعد ابراز میکرد میگفت ما چقدر انسان های خوبی نخواهیم بود خاله جان میگفتم بله تو بسیار انسان که هدیه بدن به مردم بله، خیلی بله. خوبه و چقدر تاثیر مثبت داره یعنی بله. خرج اضافه هم نمیخواد بکنه این مادر با هوشیاری تمام یک چیزی که در خانه است و احساس میکنه شاید الان دیگه برای دفاع... ولی کودک بس که به دیگران بله، بله، اهدا بکنه بله. اون خودش یک توجیه فوق داره دیگر اینکه که به کودکان و نوجوانان خود فرموده شما عیدی بدهیم نگیم تنها عید نوروز نگیم تنها عید فطر یا عید قربان در این روز عیدی بده مردم میگن که یک اصطلاح خوبی دارن ما امروز میریم از سادات از دوستان سید خود بازدید میکنم و بله. عیدی میگیریم ما باز خوب تلقیه یا یعنی حرف خوبی هم. ما وزیر به دوستان خود سفارش میکنم که بله از سادات اگر عیدی میگیرین شما هم با سادات عیدی بدین بله. یعنی سادات هم نگذارین اونا عید بزرگ بر ما پاک کردن جد و هابا و نیاکانشان لذا ما باید از اینا تقدیر بکنیم یه یا... اطفال سادات را بله،, بله 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 به خانهشان میریم چیده هدیه بدیم بله. و این ایدی را باید جا بندازیم بله. یا پول باشه یا مثلا امو وجه نقد باشه یا فرموده شما کتاب مم. داستان باشه یا لباس باشه یک درک مدلس باید ایدی داده شود یعنی چی؟ یعنی درک مدلس اما ببینن در ای جایی که همه بر تماشا نشستن یا به دیدار دوستان آمدن روز عید ای ایدیا داده بشه که بقیه هم تشویق بشه بله اما یه حوله دا یعنی بدن ایدی به همه بچه ها به همه جوانان اگر چی کم باشه یک شاخه گل باشه یک دانه کتاب باشه یک لباس باشه یک چاکلت باشه تاثیر خود میگذاره یعنی بعد توانایی انسان بله, بله. کودکان ما باید نامید نگذاریم ایره به ذهنشان جا بدم که در عید قدیر باید ما خوشحال باشیم و عیدی بدیم و عیدی بگیریم این انشالله والدین و بیشتر مادران اطمان بخیر در برنامه زندگی خود جا و جا با دیگر این که روز عید قدیر روز نیکوکاری هست یعنی چی؟ مردم ما باید تام بدیم مردم ما باید غذا بدیم یا به خانه خداوت کنیم یا غذا تهیه کنیم توضیح کنیم بین مردم چه قدر ثواب داره این غذا دادن بین مردم و سفره بندازیم تهام بدیم گرچه میگن روزه بگیرین ثواب داره حالا اگه نگیرینم اشکال نداره میتونن مهمان دعوت بکنن میتونن به خانه های از دوستان خود و حتما یک کم غذا برای یک تعداد کم از دوستان تهیه بشه چی به خانه های شما تناول بفرمان و چی به بخ... طرف خانه هایشان بکنن میگن که امام صادق علیه السلام فرمودن یک درهم دادن یعنی در روز چی عیدی بدن چه غذا بدن چی کادو بدن چی هدیه بدن چی وجه نقل بدن یک درهم دادن به برادران و خواهران دینی شما برابر با ازار در همه روزای دیگه هست در روز عید قدید. پس پس کار کنن میگه شما باید در روز عید قدیر به برادران و خواهران مؤمن خود انفاق کنن <applause> و ما تا دوست دارم این توسر می کنم که خانم بیانی عزیز چقدر دوستان ما لباس در طول سال تهیه می چقدر هدیه و کادو در بین خود به را دو بدل میکنن بین خانواده خود برای چشم هم چشمی و سیال داری و به چه بگم حالا اون رقابت های خانوادگی وجود داره چی میشه که ما یک لباس ساده خوبه تیه بکنم و یک تعداد از دوستان سادات خود ما هدیه بدیم یعنی دل مؤمن رو باید شاد بکنیم چی بهتر از سادات مؤمن بله که دیگه از خانواده شهدا باید تجلیل بکنم دیدن بکنم به خانواده های شهدا شهدا این روز ما تبریک بگیم و به اولادایشان و به همسران شهدا باید ما لباس یک چیزی که به درد بخور باشه بر شنتایه بکنم و این بر یک روز نمیشه این یعنی در طول سال ما باید این برنامه داشته باشیم که این روز باز یک روز خاص بله. و ویژه باشه روز ویژه این در نظر بکنیم که اگر عید قدیر برسه به دست نوجوان خود این هدیه بدم بدیم که به خانواده شهدا تقدیم بکنن به دست این دختر نوجوان خود به دست اون بچه نوجوان خود باید ما این شکلات یا چاکلیت بدیم که به سادات بدن من نظر من که بهترین کادوها باید در عید قدیر به همه انسان ها داده بشه الا یا خانواده سادات یا خانواده شهدا یا دوستان مستمند انسان که مستضعفن یا نمیتونن قادر به این که یعنی تجیل بکنن یا لباسی بپوشن بالاخره چشم برا هستن که یک دوستان بیه بشن تبریک بگه این روزه و یک هدیه بشن بده به نظر ما این دوستان اگر انسان دعوت بکنه به خانه یا برایشان غذا تیه بکنه و به خانهشان ببره بسیار روش عالی انسانی و انسان دوستی هم. لذا ما از این شیوه ها اگر برای جوانان خود کار بگیریم مطمئنن جوانان ما حتما اون فرهنگ اصیل و ناب اسلامی و دینی را و تجدیل از عید قدیر خم را اگر از طرف مادر و پدر ببینن و بشنون در ذهن جوانان ما جا میگیره و هیچ وقت از اون بستلا فراموش نمیکنن بس اتفاقا خانم حسنانت عزیز الحمدلله بین ما مردم شیعه افغانستان این روز و تجلیل ای روز یک امروز نسبتا جا افتاده است و حداقل همچون که شما فرمودید اطعام کردن دیگه افراد بسیار مرسوم است یا بخانه سادات میرن و سادات محترم ایدی میدن در این روز این مراسمات بسیار مرسوم است اما مقصود شما و که ما دریافت کردم است که ما باید بسیار بیشتر از این چیزی که هست توجه بکنیم و یک رقم نشه خدای نکردم مثلا دیگه روسا دیگه مراسم ارزش و اهمیتش برای اولادای ما بیشتر از عید قدیر باشه عید قدیر مهمترین لحظه سال برای از ما باشه بله. چون ایده هدایت هست و دیگه از هدایت کده چی ارزش من تر در زندگی ممکنه وجود داشته باشه بله و خود بشریت که قبلا حرس کردم نیاز داره طبیعتا بشریت اتا حیوانات بله, بله نیاز دارن که یک کس رهنما و به اصطلاح سرپرستشان ام. باشه یک کس باشه که راه و چار به اینا نشان بده چی بهتر که ما بچهای چای خود بگیم روزی که ما میخوایم هدایت بشیم روزی میخ... روزی هست که ما میخوایم آدمای خوبی باشیم <applause> این روز روزی هست که خداوند توسط پیامبر و امام علی و جانشینان پیامبر خود پیامبر مار توجیه کرده که چی ما باید آدمای به با کمال رسیده بشیم ما باید آدم یک پزشک خوب بشیم یک معلم و ربی خوب باشیم ما میخوایم یک مادر و پدر خوبی باشیم توسط این روز ما اصول به قانون زندگی را بلد میشیم بله و توسط این شخصیت بزرگ راه و چای زندگی بر ما تبیین و روشن میشه این اولادا خودشان نوجوانان اگر با درک و با احساس باشن درک میکنند که بله وقت والدین ما بگم چی روز مهم هست ما باید قدردان این روز باشیم یعنی روز عید قدیر اکبر است سال های بعد باید بچه ها بگن مادر چی برنامه مم. داریم یعنی همطور که مثلا برید عید قربان عید فطر برید عید نوروز از یک ماده آمادگی میگیرن لباس میگیرن پیش خیاط میرن بازار میرن میدوزن این روزم باید از بعد مادی و مانویش تجلیل بکنن و دری فکر باشن که چگونه اتعام بکنن مم. چگونه مهمان دعوت بکنن چگونه غذا توزیع بکنن برنامهشان چجوری باشه خام بدن پخته بدن فوق بدن به اندازه توان بدن از لحاظ اقتصادی که به معیشت زندگیشان مثلا ضرر و چیزی ایجاد نشه جوری باشه که بچه ها باید دست داد در این روز داشته باشن و دیگر این که اگر در حد دو دقیقه یک شیوه دیگر که در بین نوجوانان موجود. ما باید توجه بشه و مادران و پدران و این متو... این عرفه و این سفارش متوجه مربیان عزیز است که در مدارس در مکاتب و در جاهای مومی علمی فرهنگی باید این نمایش اید قدیر به شکل نمایش خود توسط آزای مدلس که از کودکان و نوجوانان تشکیل میشه باید اجرا شود. یعنی نمایش یک اثر خوب بالای ذهن بچه ها و جوانان ما داره بله بله ما باید به با نمایش قرار بدیم اون اید قدیر خوم را اون صحبت سخنرانی پیامبر عظیم اسلام را اون ابلاغی که پیامبر شده و پیامبر ابلاغ میکنه برای مؤمنین مسلمین ایره به نمایش برای جوانان ما یاد بدیم و این نمایش ها رو بر وجودشان پخته بکنم دیدم که وقت نمایش انجام میشه خیلی روی ذهن انسان ها تاثیر می به ویژه اگر طفل باشن چقدر مپوت میشن این هیچ وقت از یادشان نمی و توجیه میشن و تا نمایش که با اثر باشه اشک انسان سرازیر میشه بله. و این مانیش یکی بر قلب و جان دل انسان ها تاثیر گذاشته و میخواین که از این اما چیزی که در نمایش دیده نشنیدن مثل امونا باشن بله. یا ادایت بشن یا رای خود انتخاب بکنن لذا این سفارش هم میشه که انشالله با شکل نمایش حتی مادران در بین خانه های خود یک کوچه که داشته باشند یا مدارس و مکاتبه یک برنامه داشته باشند نوجوانان و جوانان جنب بکنن. را جمع بکنند کودکان را جمع بکنند تا خودشان توسط خودشان یک نمایش انجام بدن که ذهنای با برکت کوچیکشان صاف و ساده هست و این نقش رو برداره بخیر برای اندگان اسلام بله پس میشه گفت که اول از همه که نیازی به خرج و هزینه کلان همیست و هم نیست و دوم مثلا چرا خرج و هزینه کلان اگر در توانمون باشه نکنیم ای اید به ای ارزشمندی ای روز به ای مهمی باید اگر در توانمون هست هر چقدر که میتونیم بیشتر هم خرج کنیم تا تبیین شود در ذهن افراد بیفته و این دوشش خیلی دوشش خوبیه که دوستان با شرکت و امدادی و همکاری به شکل ذکی پول خدای جا جمع کنند یک مجلس ترتیب بدن و کودکان و جوانان خود جمع کنن که انشالله فیض و بحره درست مفهم. بسیار تشکر از شما خانم حسنات عزیز بسیار درست. عالی بسیار استفاده کرده متاسفانه وقت برنامه تمام شده از شما بینندگان عزیز محترم هم تشکر میکنم تا این لحظه بیننده برنامه خودتان بودید باز هم عید سعید قدیر خوم و ایده ولایت و ولایت مداری خدمت شما بینندگان عزیز محترم تبریک و تهنیت عرض میکنم با کارشناس محترم از حضور شما عزیزان مرخص میشیم عزیزان بزرگواران در پناه اهل البیت و خداوند زندگی خوب و خوش داشته باشید